درود بر شما. 18 تیر ماه 1400 خورشیدی و 9 ژوئیه 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به رئیس جدید قوه قضاییه محسنی اژه‌ای. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. قبل از شروع اجازه بفرمایید که اشاره بکنم به مسئله جدی بحران آب و برق در ایران. تقریبا همه استان‌ها چنان که می‌دانید درگیر این قطعی برق و آب هستند، آب آشامیدنی در بعضی جاها و بعضی کشاورزی هم که خراب. استان‌های البرز، گلستان، یزد، تهران، اصفهان، خوزستان، کردستان و و و ایسنا به نقل از شهروندان می نویسد آب مرکز کرج بدون اطلاع رسانی قبلی به مدت 14 ساعت قطع بوده. در برخی مناطق استان البرز از جمله فردیس، مهرشهر، کمالشهر، کیانمهر و حصارک نیز برخی مناطق با قطع آب به مدت 24 ساعت و برخی 17 ساعت روبرو بودند. این گزارش به نقل از یک شهروند نوشته است که دست کم با تانکر آب بیاورند. زمان جنگ هم اینطور نبود. مقامات دلیل قطع شدن آب را قطع شدن برق عنوان کردند. وزیر نیرو که باید اولین کسی باشه که در این جور بحران ها میاد برای مردم توضیح میده و اولین کسی باشه که اگر نتونه خرابی را آباد بکنه باید استعفا بده، حداقل پیداش نیست. اومد یه عذرخواهی کوچولویی کرد. حالا اگرم بیاد توضیح بده چی میگه؟ میگه مردم برق زیاد مصرف میکنن. اینو مدام از مسئولان و مثلا کارشناسان و حکومت میشنویم. جدول مصرف برق در ایران و در کشورهای جهان، ببینین مصرف برق ایرانی ها کمتر از متوسط مصرف برق مردم در کشورهای دیگه است، کمتر از متوسط مصرف جهانی است. این مسئولان و حکومت خفه کردن مردم رو که برق زیاد مصرف میکنیم، کم مصرف کنیم، برقتون رو قطع میکنیم اگه از فلان بره بالاتر. دیدین دیگه جدولو. روزنامه اعتماد نمیش پشت پرده خاموشی ها تولید کنندگان برق یک هدف بزرگ را دنبال میکنند: افزایش قیمت برق. تجمع مردم معترض علیه این وضع تو بعضی مناطق با برخورد خشن نیروهای حکومت روبرو شده که پتمن تو این چند روز اخیر ویدیوهای زیادی در این پیوند در بخشای خبری صدای آمریکا و احیانا رسانه های دیگه دیدین، از جمله در شهر ری برای مثال. رئیس جمهور مملکت شنبه 15 تیر ماه آمد از مردم به خاطر قطعی مکرر برق عذرخواهی کرد، گفت چاره نداریم همینه. من هم نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدن ازشون عذرخواهی میکنم و هم از مردم عزیز خواهش میکنم که یه مقداری همکاری کنن، همراهی کنن، چاره ای نداریم. چهارشنبه فردا 16 تیر کشاورزان اصفهانی جلو استانداری تجمع کردند. ما که مسئول نداریم گاو رو به جاش میذاریم. این رندی اصفهانی ها، ما که مسئول نداریم گاو به جاش میذاریم، بعد گاو رو سر میبرن. خب سال 86 بود که امام خامنه ای درباره بیبرقی و بیابی در عراق سخنرانی فرمودند و گفتن آمریکایی‌ها باید جواب بدن. بعد بدون اینکه اشاره کنن به خودشون فرمودن گریبان هیتلر و صدام یک روز گرفته میشود. تقدیمی این هفته به مردم ایران. باید جواب بدن که این کشور ثروتمند
چرا 50% مردم در اونجا امروز بیکارن؟ چرا از خدمات عمومی در این کشور اثری نیست؟ مردم مشکل برق دارن، مشکل سوخت دارن، مشکل آب سالم و آشامیدنی دارن. اینا جواب لازم داره، اینا رو باید جواب بدن. آمریکایی‌ها نمیتوانن شانه خالی کنن. حالا امروز یه 4 صباح با بی‌اعتنایی با این قضایا برخورد کنن. همیشه اینجور نخواهد موند. گریبان اینها رو میگیرن، مثل اینکه گریبان خیلی ها گرفته شد. قدرتمندانی که گریبانشون گرفته شد کم نیستن. گریبان هیتلر یه روز گرفته شد، گریبان صدام یه روز گرفته شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای 65 ساله متولد روستای اژه در اطراف ناین اصفهان، مدرسه ابتدایی رو تو همون دهشون میره، بعد میفسنش قم که آخون بشه، میره مدرسه حقانی که بیشتر مسئولای اطلاعاتی و به اصطلاح قضایی حکومت از همین مدرسه در اومدن. از دهه 60 هم تو دستگاه قضایی بود، هم تو اطلاعات، در تمام تصفیه حساب‌های درون حکومتی، تقریبا واقعا در تمام تصفیه‌های درون حکومتی نقش مهمی داشته اژه‌ای. از اوایل دهه 60 که وزارت اطلاعات شکل میگیره، میشه مسئول گزینش وزارت اطلاعات، 28 سالش اون موقع. بعد 30 سالشه که میشه نماینده قوه قضاییه تو وزارت اطلاعات. سال 65 که سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری که عضو شورای مرکزی سپاه پاسداران بود و رئیس مؤسسه نهضت‌های آزادی بخش رو میگیرن و بعد از شکنجه ها و بازجویی های مداوم مجبورش میکنن اعتراف تلویزیونی بکنه و بعد به حکم رازینی اعدام میشه. اژه‌ای مسئول اعترافگیری از برادر داماد آیت الله منتظری، یعنی شکنجه‌گرشون خلاصه، و معروف میشه که موفقیت اژه‌ای به اصطلاح تو اون اعترافگیری از سید مهدی هاشمی، تو اون پرونده سازی تخت پرشش بود به تمام توطئه‌هایی که در دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعداً برنامه ریزی و اجرا شد. سید مهدی هاشمی دستگیر و اعدام شد، چون معامله پنهانی جمهوری اسلامی و دولت وقت آمریکا، دولت ریگان رو که معروف شد اون معامله به ایران کنترا، افشا کرده بود، رسانه‌ای کرده بود. یه اشاره‌ای بکنم برای کسایی که نمی‌دانن، ایران کنترا ماجرایی بود که خلاصش می‌شود موافقت دولت ریگان با فروش اسلحه به جمهوری اسلامی، و البته این وسط اسرائیل هم بود با طرف آمریکایی، و دادن پولی که از جمهوری اسلامی می‌گرفتن، از فروش اسلحه‌ای که به جمهوری اسلامی می‌دادن، دادن اون پول به گروه های ضد انقلاب نیکاراگوئه که به کنتراها معروف بودن، علیه جبهه آزادی بخش ساندینیستا می جنگیدن. در عوض جمهوری اسلامی باید چیکار میکرد؟ باید 7 گروگان آمریکایی رو که حزب الله لبنان گروگان گرفته بود، همون عماد مقنیه، گروه عماد مقنیه گروگان گرفته بود، آزاد بکنه. این معامله البته انجام شد که داستان مفصل مجزایی است، و البته معلوم نشد که بالاخره اون پول خرید اسلحه‌ای که آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی گرفتن به کنتراها رسید یا نرسید، چون کنگره آمریکا با کمک مالی به کنتراها مخالف بود، یعنی این قانون بود. حالا اینکه اون رفت یا نرفت اون پول، میگم این یه داستان مفصلی است. باری در جریان ایران کنترا، مکفارلن مشاور ارشد رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران آمده بود با یه هیئت، و کل این ماجرا رو در حکومت جمهوری اسلامی فقط رفسنجانی میدانست و خمینی و چند نفر دیگه، که هیچ وقت دقیق فاش نشد که دقیقاً کیا میدونستن این ماجرا رو. افشای این ماجرا یکی از ایستگاه‌های مهم دشمنی بیت خمینی با آیت الله منتظری بود. محسنی اژه‌ای مجری طرح منتظری زدائی به اصطلاح از همون سال 64 و 65 بود. حتی پلم کردن کتابخونه منتظری، فشار بر خانواده او، از جمله زندانی کردن سعید منتظری 1 سال در سلول انفرادی، و بعد فشارها بر احمد منتظری،
یعنی در همراهی با رازینی که دهه 60 حاکم شهر دادگاه ویژه روحانیت بود و رئیس شهری که دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت بود و اینها حکم اعدام دادن برای سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری، بخش عملیاتی و زندان انداختن و بگیر و ببندش و شکنجه و اعتراف و فلان اینا با اجهی بود. حالا پله پله که میرم جلو در نظر بگیرید که ایشون الان در رأس دستگاه عدل اسلامی نشستند. ایشون سال 74 میشوند دادستان ویژه روحانیت و سال 77 جانشین رئیس شهری میشه دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت که ایده از نواندیشان روحانی رو محاکمه میکنه، از جمله یوسفی اشکوری و محسن کدیور که به گفته آقای اشکوری دنبال کردن گرفتن حکم ارتداد و اعدام این روحانیون هم بود اجهی که خب بهش نمیدن. این دهه 70 در جریان تصفیه حساب بالادستی های حکومت با طیف تکنوکرات های دوروبر رفسنجانی و طیفی از اصلاح طلب ها، غلام حسین کرباسچی و عده‌ای از شهرداری مناطق تهران بازداشت و شکنجه میشن که همین اجهی کرباسچی رو محاکمه میکنه که میدانید خیلی سر و صدا شد و اینها. اجهی و کرباسچی تو مدرسه حقانی قم هم دوره‌ای بودن. دهه 70 که میدانید دهه ترورها و در واقع دهه بیرون افتادن از پرده خبر ترورها و قتل سیاسی عده‌ای از فعالان فرهنگی و سیاسی بود و همینطور تصفیه حساب درونی حکومت هم بود در یک واقعه مهم دیگری، حذف احمد خمینی پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی. سعید امامی مدیر اجرایی قطعهای سیاسی و معاون فلاحیان وزیر اطلاعات وقت تو اعترافاتش میگه بارها گفته ایم ولی همیشه باید تکرار کنیم برای خودمون، این مواردی رو که عرض میکنم. در اعترافات سعید امامی آمده از حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. این احکام را از آیت الله خوشوقت، مصباح، خزعلی، جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان همانجا بودن. نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنن رحم کرد. هر جا قتل و تصفیه حسابه غلام حسین محسنی اجهی هم هست. همون دهه 80 اتفاقهای دیگری میفته که اسم اجهی رو برای روزنامه نگارا برجسته میکنه. کتک زدن عیسی سحرخیز، یه آدم اهل فکر و فرهنگ، نماینده البته یه دوره کوتاهی هم اهل سیاست هم بود در دولت محمد خاتمی، عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات که یه دوره شکل گرفته بود سال 83. اجهی به اونا نماینده قوه قضاییه در جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات شرکت میکرد. یه عده وزیر وکیل هم حضور داشتن، یعنی شاهد ماجرا بودن. اون روز طبیعتا مانند تمام جلسات اکثر اعضای هیئت نظارت که در عمل شامل وزیر ارشاد که در اون زمان در اون مقطع خودش حضور نداشت ولی بعدن که حادثه پیش اومد حضور پیدا کرد، نماینده وزارت علوم، نماینده قوه قضاییه، نماینده مجلس، نماینده حوزه علمیه، من هم به عنوان مدیر در واقع نماینده مدیران مسئول
و تقریبا میشه گفت در اون جلسه همه اعضا اگر اشتباه نکنم حضور داشتن، غیر از این که خب طبیعتا مدیر کل مطبوعات داخلی، دبیر هیئت نظارت و تعدادی از اعضای وزارت ارشاد هم اونجا و در اون جلسه بودند. ببخشید معاون وزارت ارشاد هم اون موقع حضور داشت. خب دو تا جلسه بوده، تو دو جلسه جدا از هم، جلسات هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات، جناب اژه‌ای که الان قاضی القضات و مسئول عدالت در مملکت اسلامی ایران است، با فوش خارمادر قندون کشی میکنه و پرتاب میکنه، میپره از این بره میز اون بره میز، شونه سحرخیز و گاز میگیره، زخمیش میکنه، خون بیرون میزنه و یه همچین آدمی الان قوه قضاییه ایران رو داره اداره میکنه. این درگیری فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت و به این معنا که در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند. هر دو هم به گونه‌ای بودند که علائق و وابستگی‌هایی به آیت الله منتظری داشتند و خب در اون مقطع حساسیت بسیار زیادی بود که این گونه افراد مجوز رو دریافت نکنند. این بیک جر و بحث رو دنبال داشت و پرتاب قندانی رو صورت گرفت، ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت ها نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه یافت. ببینین بیایم در چارچوب قانون مجازات اسلامی خود نظام مقدس نگاه کنیم به قضیه، چون آقای اژه‌ای الان شدن رئیس قوه قضاییه، اینا عرض میکنم هر توهین و فحاشی و ضرب و جرحی که وارد آورده در جلسه، یه طرف صحبت کرده حرف زده تو باهاش مخالف بودی پریدی زدی فلان فوشون، خب هر کدوم از اینا که در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته طبق شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی خودشون مستوجب حد است، هرچند که آن چیزی که اتفاق افتاده، کلماتی که رد و بدل شده بر اساس قوانین اسلامی، قانون مجازات اسلامی و بر اساس شرع مقدس اسلام حد داره. به عبارتی باید فردی که اون سخنان رو گفته شلاق بزنن در ملأ عمومی، مواردی که ضرب و جرح شده دیه باید پرداخت بکنند، کبودی هایی که حاصل شده، خونی که ریخته شده، اینها در واقع وجود داره. ولی طبیعتا فکر میکنم که ماجرا ارزش پیگیری چندانی نداره. بله، چون به نتیجه نمیرسه و برعکس، چون اژه‌ای پیشا پیش پرونده نماینده مدیران مسئول مطبوعات رو که قبلا مفصل کتکش زده در انظار پیچیده، سرخیز به اتهام توهین به مقامات، یه پنج سال یه سه سال میره زندان. و این گفتگویی هم که شما الان شنیدید گفتگویی است که بعد از زندان اومدن ایشون بنده باهاشون داشتم همون سال. این عکس رو نگاه کنین، قبل از زندان و در زندان، واضح‌تر از هر توضیحی است. یه آدم مطبوعاتی رو که کارش فرهنگ و روزنامه نگاری است، اژه‌ای به همچین بعضی دوچار میکنه که بعدم بیماری های عدیده ناشی از سالها زندان این آدم شریف رو رها نکنه.
یک، های اژه‌ای، حضرت عالی الان مسئولیتتون در چارچوب سخنان و وظایف خودتون و رهبر معظم بیشتر شده. شما قاضی القضات جمهوری اسلامی هستید. دیه و حدی که باید برای ضرب و جرح و فحاشی هایی که به مهدی سحرخیز وارد آوردید در سال 1383، اصلا مهدی سحرخیز دشمن کامل شماست، زندانش هم کشیده دیگه، دیه و حدی که باید بر شما باید شلاق بخورید، اون چه میشه؟ کجا میره؟ پرونده مهدی سحرخیز یکی از پرونده های، یکی از گوشه های پرونده هایی است که علنی شد. ما اونایی رو که تو زندان شما کشتین، تو زندان شکنجه کردین از زمان سید مهدی هاشمی تا امروز ما که نمیدونیم. اوناییش هم که میدونیم چون مستند نداریم بیاریم نشون بدیم، یا خودشون میترسن از شما که بیان بگن، میذاریم تو صندوق خونه. این یکی که علنی شده و چندین بار هم ما پخش کردیم این صحبت‌های آقای سحرخیز، این حد و دیه چه میشود؟ این جواب میخواد دیگه. یک، آقای اژه‌ای در دولت اول احمدی نژاد میشه وزیر اطلاعات، از خرداد 88 تا مرداد 88 فکر میکنم زمان زیادی نیست، برکنار میشه اژه‌ای. چرا؟ یک منبع آگاه در دولت گفت در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رئیس جمهور در جلسه 4 مرداد 88 هیئت دولت بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی، علی‌رغم مخالفت رهبر معظم انقلاب محمود احمدی نژاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای را از کار برکنار کرد. احمدی نژاد نمیخواست مشایی رو کنار بذاره، اژه‌ای هم خب مأمور معذور آقا امام خامنه‌ای بود، اصرار میکرد باید کنارش بذاری به عنوان وزیر اطلاعات سر، احمدی نژاد هم گفت آقا خودت هم پاش برو. خب ماه بعدش وقتی برکنار شد، ماه بعدش یعنی شهریور 88، هسته آیت الله صادق آملی لاهیجانی به اژه‌ای حکم معاون اولی قوه قضاییه رو میده. سال 91 تا اوائل 93 ماجرای پرونده هولدینگ امیر منصور آریاست که به اسم غلط اختلاس 3000 میلیاردی معروف میشه، چون اختلاس بزرگ بانکی بود، بله، توسط رؤسای مدیر عاملان بانک صادرات و ملی این کار انجام شد. بارها و بارها توضیح دادم بنده، حالا اشاره هایی میکنم و میشود گفت اختلاس بزرگ بانکی که عرض میکنم که مدیران عامل این بانک ها انجام دادن. اژه‌ای نقش مهمی در بازداشت و اعدام مهافرید امیر خسروی مدیر هولدینگ امیر منصور آریا داره، همیشه دنبال محدود کردن و بستن فضای مجازی بوده اژه‌ای. بذارین من تیتروار عرض کنم قبل از اینکه ماجرای پرونده مهافرید امیر خسروی نقش اژه‌ای رو تو اون مطرح بکنم، اشاره بار بزنین تیتروار این ماجرای بستن فضای مجازی رو مطرح بکنم که چقدر مورد علاقه قاضی قضات فعلی جمهوری اسلامی است. سال 93 اژه‌ای در مقام معاون اول قوه قضاییه نامه می نویسه به واعظی که اون موقع وزیر ارتباطات بود، می‌نویسه نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو که بعضاً توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود، ظرف مدت حداکثر 1 ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدود سازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد. در غیر این صورت قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه، یعنی همشون،
اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود. سال 93 نامه آقای اژه‌ای است که دیدین به وزیر ارتباطات عمومی. خب رئیس اژه‌ای الان آقای امام خامنه است که گزارش مستقیم ازش میگیره. آقای امام خامنه ای از آیت الله رئیسی هم گزارش مستقیم میگیره، دولت دیگه. هیچ کدوم اینا گزارش به مردم که نمیدم. آقای خامنه ای رهبر معظم این نامه فیلترینگ اژه‌ای رو وقتی که میبینه در که سال 93 رفته است به دولت، چرا یقه رئیسی رو نمیگیره؟ رئیس دولت بعدی یعنی فعلی بعد از روحانی، که تو در فضای مجازی در توییتر که فیلتر است در جمهوری اسلامی رسما و عملا، تو چه میکنی در آی رئیسی در توییتر؟ اینا همه محتوای مجرمانه دارن که فیلتر شدن دیگه، بنا به مصلحتی، بنا به دلیل شرعی و الهی اینا فیلتر شدن. رئیسی چیکار میکنه اونجا؟ آقای اژه‌ای، قاضی قضات، طبق فرمایش خودتون و آقای امام خامنه‌ای، اگه بخواین درست عدالت رو برقرار بکنین، اول باید از خودتون شروع کنین. اول باید رئیسی رو فیلتر کنی. اقدام مجرمانه کرده در توییتر و میکنه، هنوز بازه. اژه‌ای دوره ریاست رئیس، تمام دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه است همچنان، یعنی بعد از صادق لاریجانی دوره اژه‌ای 3 سال حدودا میشه، چی میشه؟ معاون اول قوه قضاییه، تا بالاخره هفته پیش حکم به او تنفیذ شد که شد رئیس قوه قضاییه. بیشترین انتظاری که میرود این است که اینا با هم دیگه میخوان فضای حقیقی و مجازی رو ببندن، با توجه به سابقه ای که مردم از اینا دیدن و هممون دیدیم و تجربه ای که این دو نفر رئیسی و اژه‌ای در خفه کردن دارن. اون یکی هم که قالیباف که همش کف خیابون چماق زد، حالا میرسیم بهش، اونم افتخار میکنه به این. دهم تیر ماه 1400 پیشوا حکم میدهد که محسنی اژه‌ای که برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا میباشد، بشود رئیس قوه قضاییه. یه نوع توضیح نمیخواد. مراسم تودیع و معارفه برگزار میشه. اولین سخنران محمد محمدی گلپایگانی است، رئیس دفتر پیشوا. میگوید آقای اژه‌ای اینقدر قاطع است که اگر ببیند کسی متخلف است دیگر چشمش جایی رو نمیبینه. میشنمید الان میگه ها، یعنی دیگه حالیش نیست چی کار میکنه. این میشه رئیس عدالتخانه حکومت اسلام. دو تا ویژگی رو من از ایشان برای شما عرض میکنم. اولا قاطعیت، همونی که امروز نیازمندیم. اگر برخورد کردن و به یقین رسیدن شخصی یا اشخاصی متخلفن، چشمشو میبندی. من خود شاهد بودم روزی در اتاق بنده در همین دفتر، دفتر مقام معظم رهبری، یا آقایی که حالا نمیخوام نام ببرم، یه تخلفی کرده بود و ایشان حضور داشتن. اون آقا را ما خواستیم آمدن. حالا برخورد ایشان چه جور بود کار ندارم. بعدن که او رفت به من فرمودن ایشان اگر به ملاحظه شما و شرم حضور شما نبود میزدم تو گوشش. این آقای لاتی که نه تنها کسی جلوشو نمیگیره، همیشه تشویقم شده که تو حرفای همین رئیس دفتر آقای امام خامنه ای دیدیم چه خوشش اومده بود که اژه‌ای میخواسته بزنه تو گوش طرف. آدم مهمی هم بوده حتما طرف تو بین خودشون دیگه که اومده در دفتر
رهبر معظم و رئیس دفترش آمده و آقای اژه‌ای تشریف آوردن و گفته بزنم تو گوشش فلا. رئیس قوه قضاییه که باید منطقی، صبور، با تقوا، مدیر، مدبر، غیره و غیره باشه، خودش و اعصابش رو نمیتونه مدیریت کنه. اون وقت این وحشی بازی ها رو اینجوری معنی میکنه. باید با فاسد در حکمشون هم آمده از اتها فرمودن برخورد قاطع با مفسدان، این یکی از ویژگی هاشون. یه مثال بزنم از برخورد قاطع اژه‌ای با مفسدان. ببینید، در پرونده معروف به اختلاس، همون که گفتم به غلط 3000 میلیاردی مربوط به امیر منصور آریا، دو نفر سوء استفاده کننده اصلی در مدیریت بانکی در این پرونده بودن: محمد جهرومی مدیر عامل وقت بانک صادرات و محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی. جهرومی معاون اجرایی شورای نگهبان بود و از سال 84 در دولت اول احمدی نژاد وزیر کار و امور اجتماعی. آبان 88 شد مدیر عامل بانک صادرات تا مهر 90 که به دلیل دست داشتن در سوء استفاده های بانکی برکنار شد. عقبه محکمی داره در نظام آقای سید محمد جهرومی. بی خود نبود که مسئول اجرایی شورای نگهبان بود. عقبه محکمش چی است؟ خدماتش در سرکوب خونین گروه سربداران در جنگل‌های شمال در دهه 60 همراه با رحیم مشایی، موقعی که جهرومی فرماندار آمل بود. جهرومی ضمناً دوماد ناطق نوری است، علی اکبر ناطق نوری، که موقعی که همین پرونده در کار بود 90 تا 93 ناطق نوری رئیس بازرسی بیت آقای امام خامنه ای بود. نمیرن طرف رو بگیرن که معافرید امیر خسروی در دفاعیش که نذاشتن هیچ وقت در دادگاه خونده بشه، نکات بسیاری رو درباره پرونده سازی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روشن کرده که خودش داستان مستقل است. در صفحه 35 این دفاعیه که مربوط است به صفحه 1387 پرونده نوشته مدیران اصلی دو بانک اصلی گشایش کننده یعنی صادرات و بانک تنزیل دهنده یعنی ملی یا در حاشیه امن قرار گرفتند یا توسط داماد دادستان کل کشور فرار کرده اند. آن وقت من باید به عنوان تولید کننده و کارآفرین با 17000 پرسنل متهم ردیف اول باشم. جهرومی رو میگه که مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و خاوری رو میگه که مدیر عامل بانک وقت بانک ملی بود. بعد از اعدام مهافرید امیر خسروی، جهرومی به عنوان متهم در اختلاس بزرگ بانکی محاکمه شد. البته سر صدا شده بود. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سیمای آقایون 26 خرداد 95 به نقد از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده گزارش داد که پرونده جهرومی در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود و تیان او به جریمه 8 میلیون تومانی به عنوان جزای بدل از حبس محکوم شد و پرونده مختوم شد. همینجوری که داریم میریم هم به عدالت محوری حکومت اسلامی در ایران توجه بفرمایید، هم به اینکه این شخصی که همه کاری این پرونده هاست الان قاضی قضات شده ها، آینده درخشان است. اون موقع اژه‌ای داستان کل کشور بود. اون نکته‌ای که مهافری در دفاعیش نوشته بود و براتون خوندم که مدیران اصلی دو بانک یا در حاشیه امن قرار گرفتن یا توسط داماد دادستان کشور فرار کردن، حاشیه امن محمد جهرومی مدیر عامل وقت بانک صادرات که عرض کردم خدمتتون، یه اشاره هم بذاریم بکنم به فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی. در اعترافنامه اکبر تبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه در 20 سال گذشته که زندانی است الان آمده است: آنچه برایم یقینی است این است که آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی با هدایت اطرافیان آقای محسنی اژه‌ای از کشور خارج شد. من از نیت آقای اژه‌ای خبر ندارم. شنیده بودم پسرشان آقا رضا برای خاوری کار چاقکنی دارد. شاید آقای محسنی ترسیده که خاوری در دادرسی روابطش با پسرش را لو دهد که به خاوری فشار آورد برای خروج از کشور.
دادستان اهواز با آقای محسنی اژه‌ای هماهنگ بود، باندی بودن. آقای اینا رو داره اکبر طبری نوشته ها، اینا هم تو دادگاه خونده نشد ها، اینا نوشته. آقای محسنی به دادستان اهواز میگوید خاوری را احضار کن و بگو بازداشتی. خاوری میترسد، شبانه میرود دفتر آقا رضا محسنی اژه‌ای، پسر محسنی اژه‌ای در خیابان جردن. آقا رضا هم میگوید با جواد قدمی برو اهواز حلش میکنیم. پرونده در اهواز اصلا. ظاهرا در پرواز ادامه نوشته اکبر طبری معاون اجرایی سابق دستگاه قضا رو براتون میخونم. ظاهرا در پرواز جواد قدمی میتواند خاوری را قانع کند که از کشور خارج شود. با اولین پرواز برمیگردن تهران و خاوری میرود لندن که بعد تو لندن استفانامش رو نوشت فکس کرد. جواد قدمی کارچاقکن آقای محسنی اژه‌ای است و اگر رویش تمرکز کنید سرنخ مسائل آقای محسنی اژه‌ای را در می آورید روی جواد قدمی. مثلا من شنیدم که خاوری برای رفع حکم ممنوع الخروجیش که دادستان اهواز داده بود 2,000,000 دلار هم به جواد قدمی می ده. جواد الله قدمی. من از آقای آملی شنیدم، آملی لاریجانی، که همین جواد قدمی به مهافرید خسروی و برادرش پیغام داده بود که 20,000,000 یورو میگیرم مشکل هولدینگ آریا را با زندان حل میکنم، نمیذارم برسه به اعدام و این داستانا. آقای مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور هم البته از طریق مسعود موحدیان که کارچاق کنش بود و فوت شد که شواهد نشون میده کشتنش، من در برنامه مشخص عرض کردم براتون، چون این قولی به آریا داده بود، یعنی به مهافرید امیر خسروی، و علل حساب 1.5 میلیارد تومان هم گرفته بود کی؟ مصطفی پور محمدی. اینها را حفاظت به آقای آملی لاریجانی گفت و وقتی من به آقای آملی گفتم که چرا پس برخورد نمی کنید، گفت زورم به محسنی اژه‌ای نمی رسد ولی گوش پور محمدی را می پیچم. غیر از این که اژه‌ای در کسوت دادستان کل خاوری رو که از متهمان اصلی پرونده اختلاس بزرگ بانکی بود فراری میده، پسرش، این گل پسر اژه‌ای، منظورم رضا محسنی اژه‌ای، مرکز ارتباطات دمکلفتای راندخاره. یکیشون علی ترامشلوست که عکسشو دیدین، صاحب غیر قانونی چند تا مال و مجتمع ورزشی و خیریه و غیره. اکبر طبری باز در اعترافاتش در این باره نوشته علی ترامشلو افراد پولدار با پرونده های سنگین را می آورد پیش رضا محسنی اژه‌ای در جردن. اینها 30% از پرونده شان را می ریزن به حساب خیریه ترامشلو که دست چک آن پیش رضا محسنی است. پشت ماجرای ترامشلو شرکت سامسونگ است. اینها از طریق روابطشان با رضا محسنی، پسر قاضی القضات فعلی محسنی اژه‌ای، حدود 50 شرکت فعال در ایران دارند. علی ترامشلو در دهه گذشته صدها پرونده سنگین مالی را با کمک محسنی اژه‌ای در دادگستری تهران حل و فصل کرد و از در اینا رو داره معاون اجرایی قوه قضاییه در 20 سال گذشته میگه ها. و از درآمد حاصله، یعنی چی؟ یعنی از رشوه‌ای که گرفته بود از علی ترامشلو در دهه گذشته صدها پرونده سنگین مالی را با کمک محسنی اژه‌ای در دادگستری تهران حل و فصل کرد و از درآمد حاصله برای محسنی اژه‌ای سرمایه گذاری خارجی کرده. ترامشلو ساکن کانادا است و نیمی از سال را در آنجا به سر میبرد. زمانی که جواد قدمی خواهرزاده محسنی اژه‌ای، این دقیق تر باید باشه چون اکبر طبری داره میگه معاون اجرایی قوه قضاییه که با همه اینا دستشون توی کاسه بوده، میگه زمانی که جواد قدمی خواهرزاده محسنی اژه‌ای واسطه فرار خاوری به کانادا شد، علی ترامشلو در کانادا خاوری را تحویل گرفت. ترامشلو که بندنافش رضا محسنی اژه‌ای، گلپسر اژه‌ای است، از کجا به این ثروت رسیده که معروف شده به تخریب کننده میراث باستانی؟ تخریب میکنه با حمایت قوه قضاییه، توش بازار رضا، سرای دلگشا، جنب کاخ گلستان میزنه با 20 طبقه بالای سقف قانونی محل، 27 طبقه میزنه. از کجا اومده این؟ در واقع اژه‌ای از کجا آوردتش اینو؟ دکتر مهدی خزعلی
دنبال این ماجرا رفته بود و نوشته است که از حاج محسن به معتمدی در بازار تهران پرسیدیم ترامشلو کیست؟ از کجا آمده؟ حاج محسن گفت عنصری فاسد و سابقه دار است که از زندان او را در آوردن و مهره کرده اند. او دلال فاسد برخی هاست و حتی این موضوع به نظر رئیس قوه نیز رسیده است. ماجرا مال زمانی است که عاملی لاریجانی بود رئیس قوه قضاییه. قبل از اینکه مهره باشد و قبل از زندان آهی در بساط نداشته و یک راننده بوده، اما اکنون شما نمیتوانید سندهای املاک او را بشمارید. همینک او از شهرداری تهران ارقام نجومی طلبکار است. اکبر طبری در اعترافنامه‌ای که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه درباره اژه‌ای و خاوری نوشته میگه حتی قضیه دست داشتن اژه‌ای در فرار خاوری کشید به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام. تو اون جلسه از نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد و محسنی اژه‌ای به نقش خود اعتراف کرد. مدتی پس از آن گزارش مفصلی در این رابطه توسط اطلاعات سپاه به همراه چند عکس در تورنتو کانادا و در یک رستوران که خانواده علی ترامشلو و خانواده محسنی اژه‌ای را با محمود رضا خاوری و خانوادهش در حال صرف شام نشان می‌دهد به مقام معظم رهبری داده شد. محسنی اژه‌ای در توضیح این دیدار توضیح کرد که خانواده من مهمان علی ترامشلو بودند و به طور اتفاقی خاوری و خانوادهش در اون رستوران آمده و چند دقیقه سر یک میز نشستند و احوال پرسی کردند. اتفاقی محسنی اژه‌ای ارتباط را انکار کرد، ارتباط خودش با خاوری رو. از آن تاریخ و پس از آن که صدای آمریکا از علی ترامشلو به عنوان کارچاق‌کن و مجری اقتصادی محسنی اژه‌ای نام برد، وی از علی ترامشلو برای حفظ خود فاصله گرفت، ولی ارتباط پسر محسنی اژه‌ای با وی به صورت قبل ادامه دارد، زیرا مدیریت یعنی با علی ترامشلو زیرا مدیریت اموال آنها را به عهده دارد رضا محسنی اژه‌ای و امکان قطع ارتباط وجود ندارد. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای که به حکم ولی امر مسلمین شده اید قاضی القضات، یک بار بیا بگو گلپسرت رضا محسنی کجاست و چه میکنه. درباره خودتون که قاضی القضات جدید شدین به اندازه کافی حرف زده شده و شناسای خاص و عام هستید. پسرت کجاست؟ رضا محسنی اژه‌ای چی کار میکنه؟ از جمله حرفایی که درباره خود شما زده شده که خیلی هم حرف زده شد در مراسم تودی و معارفه رئیسی و شما بود هفته پیش، بخشش بخش کردیم. حرفای رئیس دفتر پیشوا آقای محمد محمدی گلپایگانی که تموم نشد و اونا پریدم وسط، اینم حرف زدم. رئیس دفتر آقا فرمودن که محسنی اژه‌ای دو ویژگی داره که او رو به سرمایه نظام تبدیل کرده و به دلیل این دو ویژگی است که شده الان قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه. یک، قاطعیت که دیدیم گاز گرفتن و کشتن و تصفیه حساب‌های شخصی و درون حکومتی و پشت پرده مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی و بانکی بودن و غیره. خب دومین ویژگیش میگوید انقدر ساده زیست این آدم که پشت هر پیش نمازی نماز میخونه. این نشانه ساده زیستی است. و ویژگی دوم ایشان که خود من از نزدیک شاهدم ساده زیستی ایشون. من بارها دیدم در همون محلی ما با هم دیگه یک همسایه هستیم، با اینکه مسئولیت دادستانی داشتن چه داشتن وزیر اطلاعات بودن، مغرب که میشد گاهی میدیدم که ایشون در مسجد محل حضور دارن، در صف نماز جماعت نشستن، نماز جماعت را اقتدا میکنن به امام جماعت، گاهی هم منبر میرفتن، گاهی هم روزه میخوندن، اما روش طلبی. بله روز خون که خب همه تون هستین، کجاش ملاک ساده زیستی آخه؟ روز خون هم که قبلا 5000 میگرفتن روزه میخوندن بعد 5 تومن شد، الان که مالتی میلیاردرن، این کجاش ساده زیستیه؟ یعنی همین حسن فریدون روحانی تو جلسه هیئت دولت هم روزه میخونه. این روزه خونی ذات آخونده، چه ربطی داره به ساده زیستی آخه؟
باری این تنها ویژگی های محسنی اژه‌ای است، این دوتا که باعث شده خامنه ای رو بکنه رئیس قوه قضاییه. این چیزی بود که رئیس دفتر خامنه ای در مراسم معارفه محسنی اژه‌ای گفت، من خودم که نگفتم، گفت دوتا ویژگی داره که عرض کردم، یکی اون قاطعیت و اون ریختیش، کمی ساده زیستی این ریختیش. خود اژه‌ای در مراسم معارفه میاد برنامه و مسیر قوه قضاییه تحت امرش رو دستبندی میکنه به اصطلاح. یک، گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، تأکید میکنم در همه ساحت‌ها. دوم، مبارزه جدیتر، قاطع‌تر و بدون تبعیض باز با فساد در همه عرصه‌ها. خب این آدم از عدالت در همه عرصه ها و از مبارزه با فساد در همه عرصه ها میگه، تأکید میکنه که مسیر قوه قضاییه به این سمت خواهد بود. چی میگه؟ بعد تو همون مراسم میگه با قالیباف، من و قالیباف با هم دست به دست هم میدیم و همه مشکلات کشور رو رفع میکنیم انشاءالله. و من باز اطمینان کامل دارم با حضور مدیر توانمند کارکشته بزرگ شده در میدانهای سخت دکتر قالیباف در رأس مجلس و نمایندگان انقلابی و دلسوز برای ملت، حتما اونها هم کمک میکنن، دست به دست هم میدیم انشاءالله مشکلات مردم را کمتر میکنیم. بله، پرونده های فساد قالیباف و خانوادش هیچ وقت در دستگاه قضا بررسی نشد، اصلا تو هیچ کدوم از نهادهایی که باید بررسی میشد. فقط اهل رسانه تا جایی که امکانشو داشتن حتی هزینه دادن، حتی زندان رفتن برای این، از جمله یاشار سلطانی به خاطر فاش کردن بخشی از این فساد قالیباف افتاد زندان. اینا بررسیش کردن، پرونده املاک نجومی دوره شهرداری قالیباف که مفت به نور چشمی ها داده بیش از 2000 مورده. طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس رأی نیاورد، گفتم بارها کنار گذاشته شد. چرا؟ چون پشت پرده آقای قالیباف در حال رایزنی بودن. مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرد که یکی از این رایزنی ها پرداخت 65 میلیارد تومان رشوه به عضو مؤثر کمیسیون عمران مجلس بوده و گفت اسنادش هم من دادم به قوه قضاییه. قوه قضاییه چیکار کرد؟ توجه بفرمایید، قوه قضاییه فقط رشوه گیرنده رو تعقیب کرد، اونم بعد از افشاگری های مکرر و علنی میرسلیم و بقیه. حالا من نمیدونم چه دعوای میرسلیم مختلفه ای با قالیباف داره، من نمیدونم، منتها به هر حال او بود که اینو فاش کرد اول. خب خیلی ها میدونستن، ولی خب وقتی که مستند میاد اسناد از خودشونه دیگه، مجبور شدن چیکار کنن؟ برن آقا رو دنبال کنن، تعقیب، تحت تعقیب قرار بدن و رئیس کمیسیون عمران مجلس رو بگیرن تحت تعقیب قرار بدن. اونم عرض کردم یعنی رشوه گیرنده رو، رشوه دهنده که آقای قالیباف باشه و منظورش روشن است برای قاضی، اونو چیکار کردن؟ کردنش رئیس مجلس به جای اینکه بگیرنش. مثلا 22 مرداد 99 سید ابوالفضل موسوی که از 20 روز پیش در بازداشت است، یعنی همون عضو مؤثر کمیسیون عمران مجلس، به دریافت رشوه 65 میلیاردی از طریق شرکت رسا تجارت و شرکت پژوهاب اعتراف کرده است. این مبلغ به شکل هولوگرام و به نام برادر او، یعنی به نام سید حسین موسوی صادر شده که در حال حاضر متواری است اون برادره. قرار بود این عضو کمیسیون عمران مجلس به تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوره قالیباف رأی منفی داد، یعنی به این دلیل گرفته و رأی منفی هم داد، البته بقیه را مجاب کرد که رأی منفی بدن و اینها. قالیباف در آن زمان پس از رأی منفی مجلس به تحقیق و تفحص طی نامه ای از علی لاریجانی رئیس وقت مجلس تشکر کرد. قالیباف اکنون رئیس مجلس است. و تو جلسه معارفه رئیس قوه قضاییه جدید
یعنی اژه‌ای کلی ازش همین اژه‌ای و بقیه تقدیر میکنن، هیچ کس غیر خودشون نمیدونه چرا اینقدر هی قاب میگیرن قالیباف اونجا. چون از هر که بپرسیم که فاسدترین مسئول دولتی یا حکومت جمهوری اسلامی به طور کلی که مردم میشناسنش کیه، نظر خواهی کنین هر کدومتون در هر رسانه هستین، یکی از کله گنده ها دم کلفتاشون میشه قالیباف. چرا میاد به اونا رئیس مجلس خودش، چرا کاری باهاش ندارن؟ چرا؟ چرا این باند درونی الان یک کاسه هم شده اند هی خودشون رو تنگ تر میکنن، بسته تر میکنن؟ چرا؟ ببینین میاد قالیباف تو همون جلسه معارفه سخنرانی میکنه، اونم مثل دوتای دیگه میاد میگه اینا یک پارچه شدن ما، یعنی او رئیسی و اژه‌ای دیگه هیچ جای بهانه نمیذاره که مشکلات رو نتونیم رفع کنیم چون دیگه اختلاف نظری نداریم. بعد تاکید میکنه، بعد دقیقاً چیزایی که خودش با رشوه و زور و چماق همیشه جلوش گرفته، شفافیت و پاسخگویی در همه سطوح و در ارتباط وسیق و عمیق با مردم و مردمی سازی کردن و شفاف کردن و هوشمندسازی کردن همه این سیستم ها برای اون کارآمدی و پاسخگویی. بریم پرده آخر. چند تا سنگ داریم تو بدنمون؟ معمولا تقسیم بندی هایی که میکنن، یکی سنگ های کلسیومیه، یکی اسید اوریکیه، یکی سنگ هایی هست به نام سنگ های هیپر اورکوزویک. شب و روزگار خوش.